الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت تمام دکتر صاحبای عزیز و بیننده های محترم. امید دارم که جور صحتمند باشین. به تعقیب ویدیوهای قبلی ما که درباره امتحانات یو سی ملی بود، ما امروز اکثریت از دکتر صاحبا سوال کرده بودن که یو سی ملی چی است. بعضی هاشون درباره از اینکه چطور میتونم به یو سی ملی ثبت نام کنیم پرسیده بودن، پس از این خاطر یک ویدیوی مناسب دیدیم که یک ویدیوی درباره یک اوورویو از یو سی ملی داشته باشیم. خیلی مردم یو سی ملی را میشناسه ولی نمیفهمه که یو سی ملی چی است. وقتی شما یو سی ملی را پاس کنین چی میشم بالاخره؟ و اکثر مردم به این فکر هستن که یو سی ملی را پاس کردن دیگه امریکا برشان ویزا میده و میره امریکا. حتی اکثریت از ما پرسان میکنن که بعضی که شما یو سی ملی استقبال پاس کردن به شما ویزا داد یا خیر. پس یک بعضی دکتر صاحبایی که معلومات داره، اونا معلوماتشون متاسفانه کامل نیست و بعضیا به شکل درست حال نفهمیدن. ما هر کدام از دکتر صاحبای جوان ما محصلین عزیزی که میخواید برای یو سی ملی و برای هر امتحانی که مثلا قبل از اینکه امتحان بتن، قبل از اینکه وارد پروسه بشن، حتما دربارش به شکل مکمل معلومات دریافت کنید. پس در این ویدیو ما به شکل یک ریویو، یک اوورویو یو سی ملی را میکنیم که یو سی ملی چی است. بعضی که شما یو سی ملی را پاس کردین چی کار میشه؟ آیا یو سی ملی را که شما امتحان میتین از به شما ویزا میده یا خیر؟ یا بعضی هم که یو سی ملی برای افغان ها بند شده دیگه، در باره از اینکه یو سی ملی چطور به یو سی ملی ثبت نام کنیم و یو سی ملی آیدی یا ای سی فیم جی آیدی خود را به دست بیاریم و چطور نوتری کم کنیم. اکثریت دکتر صاحبا هنوز یو سی ملی آیدی خود رو به دست آوردن ولی نوترایزیشن رو نکردن. قسمی که شما در جریان هستین، قرار بود که در اول ماهای اول 2024 بعد تغییرات ایجاد شوه که نظر به تغییرات افغانا و پنتونهای افغانی نمیتونست به امتحان یو سی ملی ثبت نام کنه، ولی متاسف خوشبختانه بگویم که این تغییرات به تعویق افتید و شاید نظر به بعضی معلومات های شاید تا آخر 2024 یا در اول 2025 تغییرات وارد شود. پس از خاطر اکثریت دکتر صاحبا کار خوب کردن، کسایی که پلان دارن که در آینده امتحان یو سی ملی خود بده، یو سی ملی آیدی خود را گرفتن. ولی یک چیزی که باید همیشه متوجه باشین، تنها یو سی ملی آیدی که شما گرفتین شما را واجد شرایط از این نمیکنه که شما پس آنترا به خاطر یو سی ملی ثبت نام کنین. شما باید نوتری کم یا نوترایزیشن توسط نوتری کم را که همون فرم اکس داشته و شش به شما پر میکنه و با شما اگه انترویو میکنه و با مشخصات شما رو میپرسه او رو سفری کنین. بعدش باز شما میتونین که تا حدود 5 سال با یو سی ملی مثلا امتحان بکنید، تا 5 سال ای سی فیم جی اکاونتتون اکسپایر نمیشه. و درباره یو سی ملی معمولا در اکثریت از استیت ها تا 7 سال وقت داره، یعنی تا 7 سال باید تمام امتحانات یو سی ملی رو شما پاس کنید. اکسپایری دیت 7 سال است. در بعضی ایالت ها 10 سال گفته، ولی در اکثریت ایالت ها 7 سال است که در 7 سال باید شما تمام ستیپ 1، ستیپ 2 و ستیپ 3 را پاس کنید. و همچنان یادآور شوم بخاطر ECFMG سرتیفیکیت. ECFMG سرتیفیکیت شما بعد از اینکه یو سی ملی ستیپ 1 و ستیپ 2 را دادین، باز شما ECFMG سرتیفیکیت به دست بیارید. البته باید امتحان انگلیسی به نام OET را سفری کنید که ما یک معلومات یک ویدیوی معلوماتی درباره OET به شکل مفصل معلومات ارائه کردیم براتون ان شاءالله که در ویدیوهای آینده به شکل پرزنتیشن ارائه میکنیم. پس ما باید در جریان 7 سال امتحان OET را، امتحان یو سی ملی را مکمل باید سفری کنیم. بخاطر یو سی ملی ستیپ 3 شما ضرورت دارین که ECFMG سرتیفاید باشین.
و پس ما درباره یو سی ملی گپ میزنیم امروز، درباره ای سی فیلم جی آی دی و فرم 186 که ما باید استفاده گپ میزنیم. و اکثر از دکتر صاحبا درباره سن پرسان کرده بود. در یو سی ملی سن ارزش نداره زیاد، یعنی گراجویشن دیت نسبت به سن ارزش تر است. گراجویشن دیت تاریخ که شما از پانتون فارغ بشین و مهم است. در اکثریت پروگرام ها کسایی که فرش گراجویت هستند به اونها اولویت داده میشه در هر جای از کشور دنیا، ولی ای به این معنی نیست که مثلا کسایی که اولد گراجویت هستند اونها قبول نمیشه، ولی در اکثریت پروگرام ها اولویت به فرش گراجویت داده میشه. ولی سن مهم نیست، اگه شما هر چند سن باشین مهم همی است که شما گراجویشن یرتان چند سال است. در اکثریت پروگرام ها اول گراجویت کسایی رو میگه که 5 سال از فراغتش دیر شده باشن. بعضی از سوالات که دکتر صاحبا پرسان کرده بودن ما کوشش میکنیم تا حداقل هر معلومات ضروری و اساسی رو همراه شما شریک بسازیم، نه تنها درباره یو سی ملی، درباره اکثریت پروگرام های تخصصی کشورهای مختلف. اکثریت از دکتر صاحبای که متخصص هستن اونا سوال کرده بودن که آیا تخصص افغانستان مثلا در دیگر کشور ما میتونیم با تخصص افغانستان کار کنیم یا خیر. ما متاسفانه بگویم که در اکثریت کشورها نمیشه مثلا جواز تخصص افغانستان با اونا شما کار کنه، ولی ایره 100% من فعلا گفته نمیتونم، چون من امروی بعد از دکتر صاحبایی که در خارج از افغانستان هستن و اونا متخصصن در افغانستان و فعلا جای وظیفه دارن یا کار میکنن یا حداقل کم معلومات دارن، امروی از اونا به تماس هستم و تا وقتی که من 100% مطمئن شوم که کدام کشورها شما میتونن کار کنین و کدام چانس ها به خاطر فیلوشیپ به شما هست، تا وقت نمیشه معلومات به شکل مطمئن گفتیم که مطمئن بگویم که شما نمیتونید جای دیگه پرکتیس کنید. ولی اکثریت کشورها متاسفانه اگر تخصص افغانستان قبولون بکنه بعض شرایط خاص شاید داشته باشه که به شکل مفصل انشاءالله که معلومات ما مکمل شد برای تانی رایه میکنم. امروزه یک پریزنتیشن باز هم توسط دکتر تمیم طبیبی است که به شکل والنتیر آماده شده تا یک پریزنتیشن بسیار خوبی را آماده کنه به ما، و ما از تک تک شما خواهش میکنم که اگر این معلومات به نظر شما مفید است، به نظرتان این معلومات کمک کننده است به دیگران، لطفاً به دیگران شریک بسازید. بیاین که دست به دست هم داده تا حداقل سیستم طبی افغانستان را با هم فعال کنیم، حداقل سیستم طبی افغانستان را با هم به طرف پیشرفت کمک کنیم. و از کسانی که در هر کشوری از دنیا در رأس قرار دارن یا یک وظیفه به عنوان متخصص دارن یا به شکل ترینی در اونجا کار میکنن یا به شکل ترینر متخصص هستن، من تقاضا میکنم که اگر ویدیو ما رو میبینن لطفا کسانی که از شما جونیور تر هستن، کسانی که در اون کشور هستن یا میخواین به اون کشور سفر کنن یا مثلا یک راهی موجود است تا افغان های خود رو ما کمک بتانیم، بیاین که دست به دست هم بتیم و یکی دیگر را کمک کنیم. این بسیار خیلی خوبتر شاید باشه و یک احساس خیلی خوبتر میده با یک کسی که شما وقت یک هموطنتان را میبینید در او شفاخانه در او کشور که کار میکنه که به شکل ترینی متخصص یا ترینر کار میکنه، و یک افتخار برای افغان ها است، برای هم افغان ها است، چی در داخل افغانستان باشه چی در خارج از افغانستان باشه. اکثریت دکتر صاحبا درباره امتحان تخصصی قطر پرسان کرده بود. ما انشاءالله یک پریزنتیشن مفصل آماده کردیم که همراهتان درباره امتحان قطر و شرایطش که کدام شرایط را داره گپ میزنم در ویدیو آینده انشاءالله با ایشون گپ میزنیم. پس میریم طرف پریزنتیشن دکتر صاحب طبیب و رو میبینیم و
نشترت اگر شما سوال دارید یا کدام پیشنهاد دارید در کامنت به ما ذکر کنید، ما کوشش میکنیم تا تمام سوالات شما را با دقیق ترین جوابات جواب بدیم و کوشش میکنیم که حداقل بتونیم به افغانه یک کار بکنیم، حداقل او راهای سختی را که ما سفری کردیم کسایی نوی که میاید اونا به وقت خود را دهی زایی نکنند. در چیزهای بسیار کم ما خیلی وقت خود را زایی کردیم، در چیزهای بسیار عادی حتی صرف یک معلومات پیدا کردن ما شاید هفته ها یا ماه ها را تیر کرده باشیم. پس بیاین که یکی دیگر را حمایت کنیم و از تمام دکتر صاحبای جوان محصلین عزیز ما تقاضا میکنیم که شما درس های خود را بخونید. اول ما شما یک معرفی میکنیم تمام امتحانات رو شما دیره، چرا باید امتحان بدیم، به خاطر چی، ریوارد چه که بعد از امتحان یا امتیازات که بعد از امتحان چی است، و درباره ثبت نام امتحان که یک پروسی طولانی است، درباره ایدی گرفتن است، فرمان ایدی سکس گرفتن و خود ثبت نام به امتحان است، مثل مرحله داره که دو مرحله شده این ویدیو بس میکنیم، مرحله دو آخر شده ویدیو دوم و درباره میتود های درسی، منابع درسی و اینی گپا درباره اینی گپا درسی مثال آمادگی خود امتحان ما شما باز در ویدیوی سیوم کرد انشاءالله سرش بیزنیم. خب اولین چیزی که میخوایم سرش بس بکنم یه است که یک نکات که خودم متوجه شدیم یا خودم ازش تجربه گرفتیم برای مفید واقع شده یه است که همیشه در وقت درس خواندن انگیزه نمی باشم یا موتیویشن نمی باشه که مثلا میشه وقتی که تو درس میخونی خوش داری که درس بخونی، گپ خوش داشتن نیست، یعنی اگر دیسپلین باشه یک استریکت پرینسیپلز یا استریکت اسکیجول داشته باشی که مثلا می کارم است، می هدفم است، می مسئولیتم است انجام میتم، اند قسم موتیویشن انگیزش نیست، مگر خوش میامد نمیامد درس خودم میخونم. اینی خیلی مهم است به نظر من خوام، به خاطر که زیاتر دکتر صاحب شروع میکنن درس خواندن یک هفته دو هفته میخونن بعدا میگن که نمیتونم خواندن، نمیتونم، دلم نمیشه. پس دل نگردین، دیگه چیزی که مهم است همو دیسپلین است. اگر خوش داری نداری میخونی، کار خودت میکنی، درس خودت میخونی، به خاطر که هیچ کس خوش نداره که روز 80 تا 100 دقیقه اتاق پیش خود بشینه و درس بخونه و چیزی که معلومات طبی است اوره خوانده بره و باز یادش بره، باز بخونه، باز یادش بره، باز بخونه. یعنی دیسپلین خوب است، پشت انگیزه نگردین، همیشه انگیزه نمی باشه. گپ دومو که میخوایم سرش باز بکنم یه است که فاینانشلی باید یکی استیبل باشه، تا حدی باید از طرف پول مشکل نداشته باشه، یا خودش یا فامیلش یک سپورتر داشته باشه که مثلا بتونه که سپورت بکنه، به خاطر که خود کاست یا مصارف خود امتحان ریسورس از اینی گپای گذره به ایمانو که یک ذره گذاف است. به مخاطر خوب است که یک نفر پیش از پیش فاینانشلی استیبل باشه، یک سپورتر به خود داشته باشه، تمام پلان خود برش بگویه، بگویه که برای سپورت میکنی در ایرا مثلا خوب خود مطمئن میکنه باز درس خود میخونه. خیلی مهم است به خاطر که یک نفر زیاد مردم میشناسم که درس خواندن ولی پول ندارن که مثلا تمام خود بتن، این گپ خیلی مهم است به خاطر اینکه لستش کردیم. گپ سوم ریسورس یا منابعی است که خودت باید داشته باشی پیش از اینکه امتحان آمادگیش شروع بکنی. زیاتر از دکتر صاحبا هر روزشان به ویست یا چی میشه
بایی مصرفش امسال یا بایی روسیان میره بایی که اینا ریسورس یا منابی ده پیدا نمیتونن دوایل پشتش میگردن پشت سیریس و پشت ویدیو پشت کیو بانک روز دیگه خوب است که امو تمام منابع و ریسورس که به خود امتحان کار است تمامش که خود داشته باشی بعدا آمادگی امتحان بگیری یا شروع بکنی و گپس باید نباشه. گپس یا امو فاصله است که آدم نمیخونه یک ماه یک هفته و دو هفته و یک ماه و چند ماه نمیخونه باز شروع میکنه باز نمیخونه باز شروع میکنه این خیلی تاوان میکنه، یعنی به حد زیاد تاوان میکنه. این همو کانسیستنسی که خودت جور کردی با خیلی با زحمت اورا چرا آدم باید یک هفته و دو هفته یعنی کار نداشته باشه درس نمیخونه مردم خیر یک روز دو روز مردم مشکل میداشته باشه ولی تو نه که مثلا یک ماه درس نخونی یک هفته و دو هفته درس نخونی، یعنی واقعا باز آدم با مشکلات مواجه میشه. تو یک حسابی کنه که چیزی که درس خونده ایمام کلش یادم رفته و پس روم نمیتونم این قسم یک دک سایکل میره که بخی منتلی جویر میشه بخی قسم. گپ پنجمی است که ورزش خیلی مهم است. ورزش یک فیزیکل اکتیویتی باشه، اگر استرچینگ باشه مثلا، اگر های اینتنسیتی ترینینگ باشه، اگر کاردیو باشه، اگر مثلا استرنت اکسرسایز باشه مثلا، کسایی که جیم میرن، کسایی که ویت بیرینگ اکسرسایز میکنن مثلا، وزن برداری میکنن، همین استرس و چیزا رو کم میکنه بخی ریشیش میکنه و یه از که گپی از که موتیویشن رو مرد میده. گفتیم که موتیویشن اقا ضرور نیست ولی بازم یک وقت میشه که آدم ضرورت میداشته باشه تا حدی من مخاطر یک انگیزان برد میده آدم خوب موتیویت میکنه که درس بخونه دوگام دیگه یک فعالیت فیزیکی خیلی خوب است با قایون خانم ها بردویشان اگر در خانه باشن اگر در جم میرن اگر سهولیت باشه خوب است جم برن خیلی خوب است برشان. تمام گپای است که از تجربه شخصی خودم براتون گفتیم انشاءالله که مفید واقع شود. بعدا ما شما میاییم سر یک معرفی کوتاه درباره خود امتحانات است. امتحانات ویسیمیلی را چرا باید بتیم اصلا هدف ما چی است از امتحانات در اینی گپا خیلی مهم است. خود امتحان ویسیمیلی سی مرحله داره، مرحله اول است، مرحله دوم است، ویسیمیلی ستپ 1 است، ستپ 2 سی که است و ستپ 3 است. ما شما تمام امتحانات می تیم تا بتوانیم ای سی اف ام جی سرتیفیکیت بعدس بیاریم. ای سی اف ام جی سرتیفیکیت امو سرتیفیکیت است که ام دی اکویوالنت است خود امریکا. کسایی که درس میخوانند تا میخوانند باشن یک دیپلم میتا با ما شما اگر امتحان خود بتیم با ما شما سرتیفیکیت ای سی اف ام جی میتا که با یعنی مساوی است با دیگری ام دی اونا. باز میتونه که ما شما به خود پروگرام های تخصصی آمریکا ما شما اپلای بکنیم. تمام گپ یوسیبلی همی است که سرتیفیکیت بگیریم و بریم به پروگرام های تخصصی یا رزیدنسی پروگرامز اپلای بکنیم. بعدا درباره ستپ 1 جاست فوکس سر بیسیک ساینس اس پاراکلینیکس اس اما فاندامنتالز اف مدیسن د ستپ 1 تست میشه خوب با جزئیات خوب با دیتیلز تست میشه در خود امتحان. اول امتحان ستپ 1 که بود نومریکل بود، نمره داشت 300 نمره پوره بود، سکشن 94 کامیابی بود. بعدا ای پاس فیل شد، پاس فیل. اول خیلی رول هم داشتم این نمرات ستپ 1 بخاطر که امتحان خیلی سخت است. رول اون وقت که نمره بلند کس میگرفت خیلی برش خوب کمک میکرد که به یک رزیدنسی خوب کامیاب شود. اول کل فوکس جاتر فوکس کلش نیست جاتر فوکس سر ستپ 2 سیکی است بخاطر که او الان نومریکال است. اول هم نمرات از 300 نمره کامیابی پوره است، 300 نمره پوره است کسی که هرچقدر نمره بلند ببرن نمقدر چانس اکسپت شدنشون به پروگرام های رزیدنسی زیاد است. بعدن امتحان OET است یا Occupational English Test است که امو انگلیسی طبی پروفیشنال امو را تست میکنه زمانی که میشیم امتحان ما شما بدیم باز ما شما سرتیفیکیت ایسی فیم جمیتن. بعدا درباره امتحان استپ 3 اگر بگویم کسایی که میخواین یعنی وقتی که خودت میخوایی به برنامه تخصصی خود آمریکا اپلای بکنی استپ 1 است، استپ نمرات استپ 2 است، امتحان OET است و یکان چیزهای دیگه است که سیوی تو را قوی میکنه مثلا ریسرچ است، پابلیکیشنز است مثلا یکان یو اس سی یا یونایتد استیتس کلینیکال اکسپریانس که تو داشته باشی مثلا در خود شفاخانه خود آمریکا مثلا به دو ماه بس ما ابزرو شفت میگه ان شاء الله ما شما درباره از یک ویدیو جور میکنیم درباره خود یو اس سی یا یونایتد استیتس کلینیکال اکسپریانس دا آینده. خب اونو گپا هسته و ای که اگر کسی بخواه از سیوی خود قوی بسازه امتحان استپ 3 خود میته تا سیویش قوی شه و مقدر چانس کامیابیش برنامه های تخصصی خود آمریکا زیاد است. کسایی که مثال میخواین که سیوی خود قوی بسازن امتحان استپ 3 خود میته باز اپلای میکنه کسایی بعضی مردم بعد از اینکه کامیاب شدن به خود تخصصی برنامه تخصصی نار گرفتن باز امتحان استپ 3 میتن یعنی قسم مندیتوری نیست مثلا یک قسم جبری نیست که باید امتحان استپ 3 بدی تا بتونی که به خود برنامه های رزیدنسی آمریکا تو اپلای بکنی. خب یک معلومات کلی بود درباره خود امتحانات از درباره ای سی اف جی سرتیفیکیت است. اینی را با امی خود ای سی اف جی سرتیفیکیت ما از دکتر سبا که ایدنتیفیکیشن اف سرتیفیکیشن فرم یا فرم 186 مقاله تا میکنه
او زیاد فرق میکنه. او فقط به خاطر ایدنتیفیکیشن ما شما هست که روش سرش بحث میکنیم، ولی این چیز کلان است. این چیزی است که مثلا ما شما امتحانات خود میتیم باز با ما فکس دیپلم و یک چیز است زیاد ارزش داره. خب ایره بود باید مقالطه نشه، اول خود بیره مقالطه میکنم که ایدنتیفیکیشن سرفیکیشن فرم که ایش این سرفیکیشن یک چیز باشه ولی تو نیستم. خب ما شما میایم سر ای که آیا حال هم دکتر سبای افغان میتونن که این محصلین افغان دکتر سبای افغان میتونن که امتحانای یو اس ام لی را بک بکنن بتن یا نه؟ خب قرار بود در سال 2024 دوایل 2024 یکون سلسله تغییرات بیایه که یک ارگانیزیشن به نام دبلیو اف ام ای یا ورلد فدریشن فور مدیکال ادویکیشن تمام ای بسط یک کشور است. یعنی چی؟ وقتی مثلا یک کس میخواهیم امتحان یو اس ام لی بتن، پانتون از پانتونه که فارغ شده یا محصل از پانتونه است باید همو پانتون که وزارت صحت عمومی یا وزارت تحصیل عالی همو کشوره که ثبت است باید در مراحل بالاتر همو خود وزارت صحت عمومی وزارت تحصیل عالی با WFME راجستر باشه. یعنی به سطح کشور تمام جامعه طبی ده یعنی ارگانیزیشن بشناسه تا بتونه همو محصلین که دو پانتونه درس خواندن یا محصلش هستن بتونه که امتحانای شغلی بده، که خب بدبختانه افغانستان در لیست امی پا ممالک که عضویت WFME را داره نیست و مخاطر یک سلسله مشکلات هست، ولی امی پروسه تا آله تطبیق نشده، امی چینجز یا امی تغییرات تا آله نامنه. یعنی به این معنی که اگر تو امروز میخوای که مثال دا اینده مثال میخوای که امتحانات UCM را بطی، اگر تو ID و فرم 186 بگیری تو در سیف زون هستی، امی پالیسی نو سر تو تطبیق باز نمیشه. حتی اف پاکستان عضویت WFME را گرفت، هند داره عضویت WFME را که نداشتن گرفتن اقدام کردن. انشالله که شورای طبی افغانستان هم اقدام بکنن، یک کمیته ایجاد بکنن که همین مشکل حل بکنن، بخاطر که ذات دکتر سبای افغان میخوانن درس میخوانن واقعا که اگه استعداد دارن که ببینی یعنی قدر یک محیط که مثلا فسیلیتیز بیخی نیست به امتحانات آماده میشن امتحان خود میتن و وقت باشه که باز امتحان دادن تا واقعا که مشکل است. به خاطر خواهش ما از کسایی که مثلا مسئول هستن است که پس از این کار بگردن، به خاطر که هر چقدر که ابی پروسه زودتر شباب اما که فایده کل ما هست، ولی باز هم این پالیسی تطبیق نشده، یک ضربه تعویق انداخته شده به خاطر یک چانس است به کسایی که هنوز هم اپلای نکردن، هنوز هم فرم 186 ندارن، کوشش بکنن که اپلای بکنن، ID بگیرن و فرم بگیرن تا در سیفتون واقع شد. اگر 5 سال بعدم بخواهید که امتحان بدن و اگر بدبختانه افغانستان شامل امی لیست نباشه، باز هم اینا میتونن که امتحان خود بدن و امی پالیسی نو امی خود ECMG سر از اینا تطبیق نمیشه. خب درباره تغییرات نو گپ زدیم، درباره معرفی خود امتحان گپ زدیم، حالا سر از این گپ میزنیم که چه قسم ما شما ID بگیریم و چه قسم فرم بگیریم. ما شما گفتیم که به خاطر امی پروسی ثبت نام به خود امتحان سه مرحله داره، یکی ID گرفتن است، فرم گرفتن 186 و اپلای کردن به خود امتحان یو سی ملی است. خب در این ویدیو ما شما سر امی دو گپ میزنیم، یکی ID گرفتن و فرم 186 گرفتن. اولین کار که میکنی میبینی که آیا پانتون خودت The World Directory of Medical Schools لیست شده یا نشده. میری در گوگل سرچ میکنی World Directory of Medical Schools، نام پانتون خود میزنی، بعد اونجا ظاهر میشه پانتون انشاءالله که بعدم در طرف راست در بالا نشسته است که ECFMG سپانسر نود، آیا ECFMG سپانسر نود داره یا نداره. ECFMG اصلا یک میانجی است بین IMGs یا International Medical Graduates و بین بورد طبی آمریکا. تمام کار ما که ECFMG است، ID که اونا میسازیم، فرم به اونا ثبت میکنیم، پیسه را به اونا تعبیر میکنیم، امتحان حتی همی سکور ریپورت اونا به ما روان میکنه ECFMG. میگه پایست که حتی سرتفکیر را گفتم که ECFMG سرتفکیر آخر به ما میتن، یعنی تمام باز در آخر هم امی ECFMG است که ویزی ما شما یا G1 فیزیشن ویزه را اینا سپانسر میکنه تا اونجا شما بتانه که بعد 3 سال 4 سال 5 سال شما بتانه که تخصص بکنین. یعنی یک چیز یک میانجی است، یک پل ارتباطی است بین بورد طبی آمریکا و بین ما شما. به مخاطر پانتون ما شما باید که ECFMG ثبت باشه دیگه. به مخاطر شما اگر خودتان نمیبینین یا مثلا مشکل است براتون اینجا تمام پانتون رو ملس کردیم، این پانتون است که از خود سایت ECFMG گرفتیم، تمام پانتون است که پانتون افغانستان که کته ECFMG ثبت رجستر هستن یا سپانسر دارن. پانتون افغان شویس از احمد شایب دولی اصل بیرونی آریانا آریا بلخ چراغ از دعوت از خاتم نبیین از پانتون قندهار از کابل و هرات و غالب و شیخ زاید، تمام پانتون هایی که مثلا شما اگر مسئله شستین یا اگر فارغ شدین میتونین که در این لیست ببینین و بعد اقدام بکنین که بله یا پانتون ما ثبت است، خوشبختانه میتونم که با ID و فرم 186 اپلای بکنم تا امتحان ما داینده داده بتانم. به مخاطر اگر شما در اینجا گزینه اول دوم بخی شما اگنور بکنین به خاطر که وجه براتون لیست کردیم تا شما میتونین دیده پانتون خود میتونین در مولیس ببینین.
خب خوشبختانه گفتم که جاتر از فیصدی جاتر از پانتون افغانستان فعلا ثبت هستم که ایس اف ام جی که این نبود، بدبختانه این نبود. چند سال پیشی مشکل خیلی مشکل کلان بود که مردم از یک پانتون بودن که مثلا ثبت راج سر نبوده، بعدا با مشکلات مواجه شدن، ولی خوشبختانه حالا همی کار صورت گرفته که جاتر فیصدی جاتر از پانتون ثبت هستم که ایس اف ام جی. خب وقتی که شما اطمینان حاصل کردین که پانتونتون ایس اف ام جی اسپانسر نود داره، بعدا شما میرین و آی دی میگیرین به خود ایس اف ام جی آی دی یا یو اس ام ای آی دی به خود میگیرین. چه قسم به خود میگیرین آی دی؟ در خود گوگل کروم میرین ای سی اف ام جی آی دبلیو ای ریسرچ میکنین. ای سی اف ام جی آی دبلیو طرف شبکه شما بالا ببینین، ای سی اف ام جی آی دبلیو ای یا اینتراکتیو وب اپلیکیشن یا آنلاین سرویسز، یک دیگه شما آی دی به خود میسازین. خب اینجا نوشته است که یو اس ام ال یا ای سی اف ام جی آی دی و پاسورد شما چون ندارین، گزینه سی را میزنین که نوشته است که if you have never been issued a UCMLE identification number and want to request one, click here. اینجا شما کلیک میکنین، بخاطر که شما ریکوست نکردین، هیچ ندارین آی دی. وقتی گوره کلیک میکنین طرف چپ که طرف راست که شما ببینین یک صفحه میه که براتون نوشته است که تمام معلومات که خودت امروز درج میکنی باید خیلی دقیق باشی، بخاطر که نامت، اسپل نامت، تخلصت، دیت اف برث و تمام گپ مثال باید خیلی آدم محتاط باشه که باز تغییرات وقتی که یک دفعه سبمیت شد باز خیلی به سختی پس تغییر میخوره نام و گپ و اسپل، یعنی زیاد آدم باید محتاط باشه در گپ. بعدا وقتی که شما در پایین صفحه میایین طرف چپ اگر میبینین دو باکس هست که تمامش میخوانین، تمام همی رولز رگولیشنز یا قوانینی که ای سی اف ام جی داره شما کلش میخونین. بعدا شما همی دو باکس سلکت میکنین و همه تو مستقیم پیش میرین. طرف راست که میبینین نوشته است که No, I have never submitted an application for ECFMG certification or an application for examination to ECFMG. من هیچ وقت سبمیت نکردیم یک اپلیکیشن با ECFMG certification و هیچ وقت با امتحانات خود UCMLE اپلای نکردیم. یه با ایمانو که میخواید ناو ای کار بکنم او را نو میزنین، او را سلکت میکنین و متوم سقیم پیش میرین. این قسم یک صفحه دیگه میه، تمام بایگرافی تان هست اینجا، هیچ ثبت میشه تمام بایگرافی، تمام معلومات درباره خودتان، درباره نامتان هست، تخلصتان، دیت آف برث یا مو سال روز تولدتان هست. خیلی باید دقیق باشین، کوشش بکنین از روی پاسپورت اینی را کل سپر بکنین، به خاطر که باز اینترویو از شما پاسپورت میگیره و تمام معلومات که دیجا است باید دوجا تطابق داشته باشه، یکی یکسان باشه. خب طرف چپ اگر شما راست اگر شما ببینین اینجا بعضی از دکتر سبا زیادترش سوال میکنه که وقتی ما سلکت میکنم کانتری یا مو کشور خود باز هم پانتون ما نمیه، شما اصلا سلکت نکردین. ما می جایی که ما ایرا الق کردیم سرخ کردیم سلکت که بکنین باز می سفر رفرش میشه. وقتی که سفر رفرش شما باز شما لیست پانتونتون باز می شما میتونن که لیست که پیشتر براتون شدم ایرا و لیست ما از اینجا گرفتیم که شما میتونن باز پانتون خود اینجا پیدا بکنین و سلکت بکنین و همون تو پیش برین. در قسمت پایین شما میبینین که آدرستون است، آدرس خانتون است، شما میتین دو لاین هم که بتین کفایت میکنه. در پایین ایمیل است، ایمیل باید این چیزی است که باید خیلی آدم متوجه باشه که ایمیل به نام خودت باشه، تخلص خودت باشه، این خوب است. از اینکه یکان تو میتونه میکنه که usmlyfulana.gmail.com باز او قسم به خاطر که ایمیل که خودت می باشه و همش فکر نکنم که مشکل باشه، ولی به نام خودت به تخلص خودت باشه، به خاطر که همین ایمیل در خود امتحان کتت می باشه. وقتی که حتی به رزیدنسی اپلای میکنی همین ایمیل کتت می باشه، همین خود ایدنتیتی هست، همین ایمیل باید پاسوردش خود ایمیل باید کات خودت خوب سیف باشه، کاتت باشه و شماره تلفن شما میتین شماره تلفن رو آخر سبمیت میکنین، یک دفعه میبینین تمام معلومات که شما اینجا درج کردین، یک دفعه بازم ریویو میکنین تا کدام مشکل نباشه. وقتی ایده سبمیت میکنین همین خود اپلیکیشن به آیدی گرفتن است. وقتی ایده سبمیت میکنین شما تقریبا حدود یک هفته و دو هفته و دو نیم هفته منتظر میشین، بعدا از طرف آنلاین سرویسز خود ECFMG به شما ایمیل میشه و آیدی تون و یک تایم یا وان تایم پاسورد تون. خب وقتی که پاسورد آیدی خود گرفتین دو ایمیل به شما میاد، یکی پاسورد یکی آیدی است. زیادتر وقت یعنی یک ایمیل نیست که در روش باشه، دو ایمیل است که باید به شما بیاید. وقتی که شما آی دی و پاسورد خود میگیرین باز ای سی اف ام جی آی دبلیو ای میایین. وقتی که اینجا میایین شما امو ای سی ام جی آی دی را که به شما روان کرده بودن میزنین و پاسورد را درج میکنین، پاسورد یک دفعه ای را که به شما روان میکنه. وقتی که شما لاگین میشین به شما یک آپشن میده که آیا میخوای همین پاسورد تا چین بکنی یا می صحیح است. باز آپشن از دیگه خوب است چین شوه، از خود از دل خود پاسورد بدی خوب است، بدل خودت باشه دیگه. وقتی که لاگین میشین قسم یک صفحه میبینی. خب بالانش هست که بگین انیو اپلیکیشن، این نیست به خاطر که انوز خودت فرم نگرفتی، این به ماست به خاطر که ما فرم گرفتیم. وقت فرم بگیری باز این برات ایران این آپشن برات نشان میده که آیا تو میخوای به امتحان یوزر لیست اپن اپلیکیشن پر بکنی، به خاطر که تو انوز فرم نگرفتی این برات نمی باشه. پس در پوینت نشه کردیم به خط سرخ اپلای فور انتفیکیشن اف سرتیفیکیشن فرم یا فرم 186 با اینی اپلای میکنی، خودت امی گزینه را میزنی پیش میری
حدود 3-4 مرحله است. ازت پرسان میکنه که آیا امی نامت امی نامش یا نیست، تخلصت به قسم سپیل صحیح است یا نیست، دیت اف برث یا تم سال تولد صحیح است یا نیست. باز آخر برات میگه که $160 را تو باید تحویل بکنی، امو مشخصات کردیت کارت میزنی، هم مستر کارت پیسه رو برشون تحویل میکنی، بعدا به تو فرم روان میکنه، لینک برات روان میکنه، فرم دانلود میکنی به خود. این قسم یک فرم است طرف چپ اگه شما ببینید، یک فرم هست که مثلا امی فرم ایدنتیفیکیشن اف سرتیفیکیشن فرم یا فرم 1 186، امی فرم است که این خانه پوری نشده. اینه که شما ببینین آله این خانه پوری شده است، ولی وقتی که با شما روان میکنه این خالی است که خانه پوری نشده، عکس نیست ترش، تاپ نخورده، مثلا امضا نشده. خب اینی فرم شما ایره خانه پوری نمیکنین، این که شما هست در خود فرم طرفایی که امی متن نشسته لینک است، لینک کلیک میکنین در سایت نوتری کام میرین، امی طرفش راست که ما لوگوش هستیم در سایت نوتری کام که رفتین اوجه بخود با امی ایمیل آدرس که حالا با یو سیملی دادن امی ایمیل آدرس به یوم میتین یک اکانت بخود میسازین. بعدن از شما خواسته میشه که امی هم پاسپورت و هم فرم 186 با ما سابمیت بکنین پی دی فایشه یا پی دی اف یم سال عکس بگیرین و یک لایف ویدیو هم از پیشنهاد خواسته میشه. لایف عکس لایو که خودش یک آپشن میه که شما کامرای سلفی رو آن میکنین با شما همین روی تون در سنتر قرار میتین و اکسپت میشه. چیزی که دیگه مهم است، زیادتر دکتر سبو شکایت میکنه که این ریجکت میشه، این رد میشه. این وقتی که ما اپلود میکنیم پی دی اف یا عکس میگیریم از خود فایل، از خود پاسپورت یا از خود فرم، این رد میشه زیادتر وقت به خاطر که مشکل کامرای موبایل است. کوشش بکنید کسایی که آیفون داره یا یک دوش یا یک رفیق دفعه میکسه که آیفون داره از اونها بگیرین موبایل، باز که از اون خیلی خوب زود میشه. خب وقتی که شما امیدو اسناد اپلود میکنین، فرم و پاسپورت تان اپلود میکنین، بعدا به شما وقت اینترویو داده میشه، براتون تاریخ در ایمیل میاد، تاریخ داده میشه براتون که دمی روز دمی ساعت اینترویو خودت است، یا حتی میتونی که دمو دقام اینترویو را تو خودت کانتاکت بکنی کتشون اینترویو بکنید. اینترویو چیز نمی باشه، زیادتر دکتر سبات استرس اینترویو رو میداشته باشن. وقتی اینترویو شروع میشه خودت معرفی میکنی، امو دیت اف برث یا سال تا میگی و با تو میگه کمی تمام پروسه ریکارد میشه یا ویلینگلی یا تو میخوای کمی کار شوی یا نه، کدام جبر خسارت نیست، میگی نیست سرم کدام جبر، دست خودم بالا میکنی. یکان رولز و رگولیشن خود ایسی فیمجی که از برات میگه که این قوانین ایسی فیمجی هسته، کلش خواندی میگه خواندم قبول ما است، دست خودم بالا میکنی و یک قسم سوگنداری یاد میکنی. بعدا برات میگه که یک ذره پشتر بشه که عکس بگیریم، عکس خودم میگیری، عکس تا میگیرن، بعدن امو عکس درگ میکنه، کش میکنه به قسمتی که عکس است، با سر تاپ میده. تو دیگه چیز نمیکنی، فقط اونو منتظر میباشی که امو ایجنت خود این نوتری کم کس اونو کل کار خودم میکنه، تاپ میزنه و عکس تو درگ میکنه، کش میکنه، بعدن امضای خود کش میکنه و نوشته میکنه. بعدن با تو میگه که امین نامت که نوشته است، خود نام نوشته شده میباشه، فقط میره خودت درگ بکو در قسمت که سینیچر است، موجه درگ بکو خودت امی کار بکو. به مخاطر بعضی دوستا سوال سوال میکنه که آیا من میتونم که خود اینترویو رو در موبایل بدم، به خاطر که در موبایل خو آپشن مثال تایپ نیست، خاطر تو من نام خودت وجه تایپ بکنم، نامت اصلا تایپ شده پیش از پیش، فقط درگ میکنی که دست خود درگ میکنی و توجه کشش میکنی بس خلاص، یعنی میتونی که در موبایل هم اینترویو بدی، هیچ مشکل نیست. یک چیز دیگه که میخوایم بگویم، امی خود سایت نوتری کام خیلی زیاد اینترنت قوی کار داره. جاتر دکتر سپاه شکایت میکنه که ما هیچ لود نمیشه، امی سایت هیچ لود نمیشه. کوشش کنین حوصله بکنین و یک اینترنت خوب داشته باشین که سریع باشه، فاست باشه، به خاطر خوب است که به خاطر کمی زیاد اینترنت قوی کار داره خود سایت. خب وقتی که شما اینترویو خلاص میشه است بهشتون تشکری میکنه، وقتی تشکری میکنه براتون میگه که امی اینترویو ره و امی خود فرم ما با ایشی فیمجی روان میکنیم که اونا ایره ریویو بکنن و باز براتون دوباره استیتس خود فرم چی کنه براتون خبر بده که آیا یه اپروف شد یا ریجکت شده. خب چیزی که مهم است درباره نوتری ما میخوایم بگویم، نوتری کم یک اورگانایزیشن جدا است که ایسی فیمجی براش از وظیفه داده که خودت به ما امی کسایی که به ما اپلای میکنه تو کدشن دریو بکو، فرم سرشن خاری بکن خاری بکو، بعدن به ما احوال بده مثال که اینا اصلا امی شخص هستن یا نیستن، ایدنتیتی تو را نمایان میکنه. به ما خاطر امیره ایدنتیفیکیشن اف سرتیفیکیشن فرم میگیم. وقتی که کار میشه تمامش ریوی میکنه و تو 2 هفته بعد یا 1 هفته بعد برات ایمیل میکنه که your certification of identification form submitted by any تاریخ has been accepted، یعنی تو میتونی کاله این بازی accepted بایمانو که indefinitely بایمانو که هر وقت دیگه تا که زنده هستی دیگه میفرم هست accepted تو دیگه identity تو ثابت شد بخونی FMG، یعنی تو هر وقت که بخوایی باز امتحان بتی باز میتونی امتحان داده به سیف زون هستی. خدا کنه که خود افغانستان عضویت دبلیو فیمی رو بگیره، اگر بازم نگرفت دکتر سبایی که خود فرم گرفتن راحت باشن، خب میتونه که در شخص ادامه بتن. کسایی که فرم نگرفته فرم بگیرن، هایی بگیرن فرم بگیرن، بعد در شخص ادامه بتن. 3 سال بعد امتحان میخواین بتن، 2 سال بعد، 1 سال بعد، 5 سال بعد میتونه که امتحان خود بتن، انشاءالله که تشویش رفع میشه. خب
در این ویدیو ما شما درباره خود معلومات درباره خود امتحان یو سی ملی بود، در خود معلومات درباره ساختن آیدی بود، درباره سابمیت کردن فرم 186. در ویدیو بعدی ما شما درباره خود اپلای و امتحان سرش بحث میکنیم، انشاءالله که شما فالو بکنین. انشاءالله ما همونطور ویدیوهای معلوماتی را انشاءالله شیر میکنیم و خواست شما دکتر صاحب عزیز، کسایی که مثلا سوال داشته میباشن میتونه که سوال خود در کامنت نشته بکنن که درباره اینی گپ یا اینی گپ اگر معلومات بتین انشاءالله که ما یک ویدیو جور میکنیم براش، هیچ مشکل نیست. هر چقدر به خاطر که اینی چیزا سر خود ما سپری شده یک ذره آدم لاست میباشه، و به خاطر خوب است که همکاری شوه انشاءالله. دیگه با ویدیوی بعدی انشاءالله که شما منتظر باشین و ان شاء الله که بتون ریلیز میکنیم. سلام علیکم.